اخباری که از پنجشیر میرسه واقعا اخبار نگران کننده هست. حملات دیشب به اشد وجه محکومه. ما شهادت رهبران افغانستانی مایه تأسف و تأثر عمیقه. من دخالت خارجی که شما اشاره کردید باید حتما بررسی بشه، ما در دست بررسی داریم، اما همگان باید بدونن که تاریخ افغانستان نشون داده مداخله خارجی، چه مستقیم چه غیر مستقیم، نتیجه جز شکست برای اون نیروی متجاوز نداشته و مردم افغانستان مردم بسیار استقلال طلب و غیوری هستند و قطعا و یقینا هر گونه مداخله خارجی محکوم. موضوع پنجشیر من مؤکدا عرض کردم به عنوان سیاست اصولی جمهوری اسلامی ایران باید از طریق گفتگو حل بشه با وساطت و با حضور تمامی بزرگان افغانستان. هیچ طرفی نباید اجازه بده که این مسیر به برادرکشی ختم بشه. طالبان هم باید به تعهدات خودش ذیل حقوق بین الملل و به تعهدات خودش هر آنچه گفته پایبند باشه. گرسنگی دادن به مردم پنجشیر، محاصره منطقه پنجشیر، قطع آب و برق منطقه پنجشیر آنچنان که به ما گزارش داده شده مایه نگرانی هست. حقوق بشر دوستان ذیل حقوق بین الملل باید رعایت بشه. جمهوری اسلامی ایران از تمامی مسائل خودش تمام مسائل خودش رو به کار میگیره و تمام همت خودش رو که کمک کنه به پایان آلام مردم افغانستان و تشکیل دولت فراگیر در افغانستان که بازتاب دهنده ترکیب قومیتی و جمعیتی این کشور باشه. این خواست و اراده مردم هست که نهایتا باید محقق بشه و آینده افغانستان رو معلوم بکنه. نه دخالت خارجی و نه هیچ طرح و توطئه دیگه. قطعا صلح پایدار تنها از مسیر گفتگوهای اصیل بین الافغانی بین همه گروه ها میگذره. من تذکر جدی میدم که تمامی خطوط قرمز رعایت بشه، تعهدات ذیل حقوق بین الملل رعایت بشه. جمهوری اسلامی ایران با دقت نظر و با نزدیکی از نزدیک تحولات افغانستان رو پیگیری میکنه. در خصوص کمک های ما هم به افغانستان در دو سطح ما همواره مسیری بوده که پیگیری کردیم. الان هم به طور ویژه براش متمرکز هستیم، هم بسیج امکانات بین المللی، سازمان های بین المللی، کشورهای دیگه برای ارسال کمک های بشر دوستانه به افغانستان. استفاده از این پلتفرم ها بوده که هم در گفتگوهای نماینده ویژه مطرح شده، همین که در گفتگوهای آتی دو جانبه و چند جانبه مطرح خواهد شد. این سطحی است که به طور جدی پیگیری خواهیم کرد. رایزنی ها با کشورهای مختلف در جریان هست. سطحی هم هستش در سطح دو جانبه که خب ما همواره از علاوه بر این 3 میلیون افغانی که برادران و خواهران مهمان ما هستند، از مسیرهای مختلف هر آنچه که در توانمون بوده به رغم تمام فشارهایی که این روزها مردم از نظر اقتصادی داشتن، در تا اونجایی که در توان ایران بوده و تا اونجا که مقدور بوده انجام دادیم و باز هم انشاءالله در کنار مردم افغانستان خواهیم